با سلام، امروز شنبه 29 تیر برابر با 20 ژوئیه 2019 هست. من یانوش توکلی از شهر کوپنهاگ دانمارک و دوست عزیز فرزین بستجانی از آمریکای لاتین. فرزین، خوش آمدید برنامه ما. درود بر شما و درود بر بینندگان شما و درود بر همه همیهنان عزیز. خب ببین، من ابتداعاً یه فیلمی رو در واقع از گاندو رو پخش میکنم و مطلبی رو تهیه کردم که میخونم. پخش مجموعه گاندو واکنش های مختلفی رو از سوی جریان های سیاسی، افراد وابسته و غیر وابسته به دولت و اپوزیسیون رو به همراه داشته. در رسانه های داخلی و خارجی و همچنین رسانه های مربوط به اپوزیسیون، قسمت های متعددی از این سریال مورد نقد و بررسی قرار گرفته. روزنامه ژورنال پست چاپ اورشلیم در تحلیل گاندو نوشت: نمایش تلویزیونی جدید ایران در تلاش تا به شیوه های نوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خوب نشان دهد. تلویزیون فارسی بی بی سی با اشاره به برخی واکنش ها به سریال گاندو این سوال را مطرح کرد که آیا گاندو پروژه‌ای برای مقابله با دولت است؟ آرمان امروز در انتقاد به پخش سریال نوشت: نوک پیکان هجمه گاندو به سمت رئیس جمهور، وزیر خارجه و دیپلمات های ایران است. البته گاهی برای ایجاد تلطیف به سعدی، شاعر پرآوازه کشور، هم انتقاد وارد می کند. اما بهترین به نظر من و اظهار نظر رو علی مطهری انجام داد که گفت، یا در واقع نوشت: سریال گاندو بیشتر تخیلی بود تا واقعی. این سریال بر اساس پروژه نفوذ ساخته شده بود، در حالی که احتمال نفوذ در دولت پنهان به دلیل قدرت برتر آن بیشتر است. آمریکا، انگلیس و اسرائیل که معمولا مبدع ارسال نفوذی یا جاسوس هستند، میدانند که معمولا دولت‌ها در ایران قدرت تعیین کننده نیستند و قدرت تاثیرگذار در جای دیگری است. لذا احتمال نفوذ در نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح بیشتر از احتمال نفوذ و جاسوسی در دولت است. به عبارت دیگر، در یک کلام، گاندو جامعه مدنی، روزنامه نگاران و هنرمندان را جاسوس نشان می‌دهد، در حالی که در چند ماه گذشته ما دیدیم ده‌ها سردار سپاه به جرم جاسوسی برای موساد یا CIA اعدام شدن. خب این مقدمه رو ما گفتیم برای اینکه بحثمون رو بذار من این فیلم رو قطع کنم. بله، این مقدمه رو برای این مطرح کردم برای کسایی که این سریال رو ندیدن، لااقل یک راجب گاندو حتما شنیدن و برای خیلی سوال این هست این داستان چیه. خب من این داستان رو از آقای فرزین بستجانی که هر 30 قسمت اون رو دیده، شاید هم دو بار دیدی، ازشون میخوام که یه توضیح در این مورد بدم و بعد ما بریم روی بخشای دیگه. آقای فرزین، میکروفون در اختیار شماست. این گاندو رو دیدم برای که خیلی راجعه بحث شد به فضای مجازی، بحثای خیلی اشتیاری داریم، کامنتارم خوندم. من میرم سر اصل مطلب. اصل مطلب محتواست، برای که از نظر مسائل تکنیکیش و مسائل تکنولوژیش اینجوری که من برداشت کردم تکنولوژی عقب افتاده است. اینا برای اونجا میارن، برای نشون میدن که یه 10 تا 12 تا تلویزیون هست و یه سری چیزایی که میشه از توی الان میشه برای جاسوسی کردن حتی دوست دختر آدم یا پسر، دوست دختر واسه پسر و یا چیزای مختلف، یه سری از اینا رو میشه دانلود کرد یا مرتب اینو نشون میدن. خودش موضوع اصل مطلب چیست؟
اصل مطلب این است که جمهوری اسلامی به نظر من یک کمپین بسیار وسیع امنیتی در ایران گذاشته، سیاسی امنیتی در ایران گذاشته و همه چیز امنیتیه، یعنی تمام سیستم سعی میکنه بگه آقا این داستان اصلا سیاسی نیست بلکه امنیتیه، ما با آدم سیاسی کاری نداریم. این هنرپیشه های این فیلم همون بحثی رو که آقای خامنه‌ای کرده بود که ما باید جوانگرایی بکنیم، به نظر من دنبال اون هست ماموران خودش رو صورت جهان و نسبتا امروزی نشون بده و در بره دنبال این محتوا که آقازادگان برست. آقازاده رو من خیلی فکر کردم که چرا اینا میگن آقازاده، و در این فیلم من نشون میدم که این اختلاسگرا آقازاده هم. اول این فیلم هم شروع میشه با یه آقازاده که قراره جنای مملکت رو بیرون ببره و جنای ضد اطلاعاتی، جنای ضد جاسوسی سپاه پاسداران میره دنبال این به خاطر اینکه این ارتباطی داره با عناصری از خارج کشور. اون عناصر خارج کشور دو تابعیتی ها هست. پس این داستان اختلاس و دزدی و اینایی که اینا میرن دنبالش سر نخی پیدا میکنم که اون یه آنفردی دیوانی هست به نام جیسون رضاییان که به صورت خیلی کمدی این آدم رو در واقع به تصویر میکشه. این آدم من ویدیوهای این آدم، اینترویوهای این آدم به فارسی بسیار ضعیف‌تری از من و شما، ولی به هر حال فارسی خوب صحبت میکنه و خیلی هم انسان من دیدم جدیست، انسان جدیست. و چیکار میکنه؟ یکی اینکه در این فیلم سعی میکنه از آغاز تاجرها رو بزنه و میزنه یک جورایی، چون خودشون تاجر هستن. و آقای مایکل پاچمیان که نقش جیسون رضاییان رو بازی میکنه و به صورت کمدی هم از کمدیانه در واقع اصلا همش میخوره، همش سیگار میکشه میبین و همش در واقع با عصبانیت گلوی اینه میگیره، گلوی اونه میگیره، پشت میده، میزنه، میخواد بکشه، از این کارا میکنه. و در این حال هم نشونش میدن که یک جاسوس بسیار بسیار بزرگ امنیتی رو اینا در طول رو انداختن و این با آدم هایی که آشنا هست میخوام فضایی بگیم و این حال متباه هر وقت که باسی صحبت بکنیم من آره فقط ببین فرزین تو تصویرت اولا رو به دوربین نیست، به یه طرفه، بعد باید یه مقدار سمت راست خودت بشینی، کاملا رفتادی به گوشه تصویر. نه آره 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 این خوبه. الان ببین من اینجا تو صحبت از جیسون رضاییان کردی، در واقع سوژه اصلی گاندو در با اطر زمینش مذاکرات هسته‌ای برجامه، ولی سوژه محوریش در واقع جیسون رضاییان هست. من با اجازه شما این ویدیوی ایشون رو میذارم که در همین باره با خبرنگار بی بی سی صحبت کرده بود، با هم میشنویم. از اول I think when they first took me they didn't realize that I might have some value. فکر میکنم اول که من رو بازداشت کردن فکر نمیکردن که من ارزش چندانی براشون داشته باشم. به نظرم انگیزه اصلیشون بیشتر این بود که در مسیر مذاکرات هسته‌ای مانع ایجاد کنن. وقتی برگردید به فضای اون زمان میبینید که در روزهای پس از بازداشت من و همسرم به موضوع گفتگوها در حاشیه مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بودیم. هم در صحبت با رسانه‌ها و هم در جلسات خصوصی دیپلمات‌ها. در نتیجه هدف مشکل درست کردن برای دولت روحانی و مذاکرات بود. ولی با گذشت زمان بیشتر به یک گروگان در میان کشمکش‌های ایران و آمریکا تبدیل شدم. یعنی در آغاز عمدتاً یک دعوای سیاسی داخلی بود بین سپاه و روحانی، ولی بعد از مدتی شد یک اهرام سیاسی بین ایران و آمریکا. Between the IRGC and the Rouhani administration and as time went on, you know, political leverage between
Iran and the United States. توی همون مدت حالا غیر از بازجوها با قاضی صلواتی هم صحبت میکردی؟ نمیدونم با اون انگلیسی حرف میزدی یا فارسی؟ فکر میکنی ایشون نه شک دارم فکر برداشت از شخصیت قاضی صلواتی چیه؟ خب این یه همسلول داشتم. آره البته این به مصاحبه به نظر من خیلی جالبه و دوستانی که اگه ندیدن این مصاحبه با بی بی سی رو حتما نگاه کنن و اخیرا خب کتابی هم نوشته در این باره، ولی هنوز در رابطه با این سریال که در واقع جیسون رضاییان به عنوان سوژه اصلی هست رو هنوز موضع‌گیری نکرده که بگه که مثلا چون کارگردان و تهیه کننده اینا مطرح کردن که در واقع 80% داستان این سریال واقعی است، در صورتی که خودشون هم میدونن جیسون رضاییان یک گروگان بود و اینها برای اینکه خراب بکنن به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای رو دست به این کار میزدن. یه سری نکاتی رو من یادداشت کردم، بد نیست که با هم گوش کنیم، ولی من ببینم دوستان میگن صدای فرزین خوب نیست. صدای فرزین اگر صدای من بده لطفا دوستان بگن که تا فرزین بتونه گوشی بذاره یا به اصطلاح صداش رو بهتر بکنه. عرض شود که من این فیلم رو دقیقا دیدم بعد از اینکه فرزین به من پیشنهاد کرد که راجع به این موضوع صحبت کنیم، رفتم سریال رو در واقع دیدم و خیلی از نقدها رو هم خوندم یا ویدیو کلیپ اونها رو تماشا کردم. ببینید مثلا این سریال بدون کمک مالی، تکنیکی، در واقع فیلمنامه، جزئیاتش رو هم دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران در واقع تهیه کرده و اهداف خاصی رو دنبال می‌کرده، ولی در همین چارچوب تکنیکی خب وقتی که سیستم تعقیب و مراقبت رو من نگاه کردم که خودم در واقع تجربیاتی در ایران داشتم به خصوص در 2 سال آخر با یک سیستم تعقیب مراقبت خیلی فشرده و اینکه چجوری آدم ها یه دفعه غیب می زدن یا دستگیر می شدن، بلا فاصله آزاد می شدن، تبدیل به تومه می شدن، تا دوربین قرار می گرفت جلوی خونه هاشون برای اینکه بتونن کل شبکه رو بگیرن. اینها چیزهای تکنیکی بود یا اینکه سیستم شنود که البته الان بعد از سالهای زیاد که سیستم دیجیتالی اومد اینها در همه خونها، البته تو این فیلم ادعا میکنن که ما بجز اتاق خواب و دستشویی و حمام بقیه رو یعنی خونه مزنونین رو در واقع شنود و دوربین کار میدن، در حالی که دروغ میگن. اینا حتی اتاق خواب مزنونین رو هم به اصطلاح چی میگن دوربین کار میذارن. همین داستان نجفی که و داستان میترای استاد که کشته شد توسط نجفی، اونجا مشخص شده بود که این حتی از اتاق خواب خودشون همین فیلم ها رو به اطلاعات سپاه میداد. نکات دیگه ای که هست سعی میکنه که نظام رو در واقع 2 قسمت بکنه، قسمت دولتی که آقازاده ها هستن، فساد در قسمت آقازاده ها صورت میگیره، ولی در قسمت پاستارزاده ها که ما میدونیم که تمام سیاست های کلان اقتصادی، سیاست خارجی، دستگاه های امنیتی، همه اینها در اختیار جنای سپاه خامنه ای قرار داره. اینها طوری وانمود میکنن که مثلا تمام دزدی ها، فساد ها فقط توی جناح دولت هست، بعد در حالی که مثلا قبلا هم در زمان
احمدی نژاد خیلی علنی و آشکار گفت از برادران قاچاقچی اسپورت، منظور برادران سپاه پاسداران، و اینکه خیلی از اسکله های ایران، حدود 16 اسکله ایران رو سپاه بدون اینکه چی میگن به اداره گمرکات در واقع گزارش بده، برای خودش واردات و صادرات داشته اینها. و یه نکته دیگه هم من میگم، بعد میکروفون رو در اختیار فرزین میذارم. این فیلم، نمیدونم کسایی که سریال هوملند رو دیدن، سریالی که مربوط به کارهای اطلاعاتی و جاسوسی امریکا رو نشون میداد رو اگه دیده باشن، در واقع یه شکلی کپیه اونه. یعنی سعی میکنه که مثل فیلمای هالیوودی در واقع صحنه هایی رو درست کنه و نشون بده که توی همه به اصطلاح مکان ها داره این نفوذه. البته ما میبینیم که از پرستار و کلفت و نوکر و راننده و از همه اینها حتی به زور وارد خونه ها میشن و دوربین و شنود میذارن تا بتونن سوژه رو تحت تعقیب قرار بدن. البته برای خالی نبودن عریضه مطرح میکنن که برای شنود میرن از دادستان در واقع اجازه میگیرن، که این خیلی بعید به نظر میشه. و همچنین از تلفن های قدیمی استفاده میکنن، میدونن که تلفن های اسمارت از توسط CIA و دستگاه اطلاعاتی غرب شنود میشه، واسه همین تلفن های کوچیک میگیرن. ولی در حالی که همشون ساعت های دیجیتالی دارن و تلفن های اسمارت دارن، تلفن آیفون دارن، با اونا عکس میگیرن، که خب ما میدونیم که سیستم حتی عکس هم که بگیری، اون سیستم گوشی های اسمارت اینه که به اصطلاح سازمان های جاسوسی مثل CIA یا موساد خیلی راحت میتونن این عکس ها رو بگیرن. این فیلم نامه این داستان خیلی عجولانه درست شده، خیلی سوتی داره. مثلا یه صحنه هایی هست که کشته شدن زرقاوی و اینا رو اصلا نمیدونه داستان چیه، طالبان و نمیدونم القاعده رو اینا رو قاطی میکنه، و اینها همه نشون میده که این فیلم خیلی سریع تر از اون چیزی که اونا میخواستن آوردن رو خط، و سریال رو به سبک مثل سریال های آمریکایی یه مقدار جذاب درست کردم. ولی همه اینها علیه جامعه مدنی ایرانه. من ادامه صحبت رو به فرزین میدم که آیا فرزین فکر میکنی اهداف این به اصطلاح سریال جنبه های خارجی هم داشته یا صرفا داخلی بوده؟ به هر حال میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بله، عرضم حضورتون گفتید که از همین حرف آخر شما شروع کنم، جمعیت داخلی داشته خارجی. اولا این فیلم، اما این فیلم نشون میده، الان صدا خوب میاد؟ آره الان صدا بهتره. صدا بهتره. اوکی، گوش کن تشکر. عرضم حضور تمام این فیلم نشون میده که اینا اقتدارشون آنقدر زیاد هست که در وایت هاوس هم آدم دارن و در ترکیه هم تو دست ایناست. یعنی هتل های ترکیه، نمیدونم از ایران شروع میکنم با اون کامپیوتراشون کارهای انجام دادن و کنترل هتل در ترکیه، اونم آنکارا. بعد در چین هم آدم دارن در واقع جاسوسی میکنن و در آمریکا هم جاسوس دارن. یعنی یکی اینکه اقتدار خودشون رو به صورت بسیار ناشیانه میخوان نشون بدن در سطح تمام جهان دارای اقتدار هستن. این یک. پس ما میفهمیم که یه قدر قدرتی خودشون رو میخوان نشون بدن، عین سواد که میخواست به آقا در هر خونه ما یک آدم داریم، اینها هم میخوان بگن ما در هر خونه یک آدم داریم. یعنی شما هر کاری کنیم ما میفهمیم و میدونیم. در واقع ما اگه حساب بکنیم نسل اول دوم و تداخلشون رو در دوران محمد رضا شاه پهلوی، سازمان امنیت ایران رو و مسائل امنیتی سیاسی ایران رو، اینها نسل سوم
و چهارم تقریبا امنیتی های ایران هستند. دارن نشون میدن که این امنیتی ها که بخش قسمت ضد جاسوسیش هست، قسمت ضد جاسوسیش هست، این قسمت ضد جاسوسیش در واقع میخواد ملیگراست. یعنی میگه این وطن، در یکی از دیالوگایشون آقای محمد با آقای جیسون رضایان یا مایکل هاشمیان میگه این وطن فروشی نیست، این شما خائن هستید. و وقتی میگه پول دارین با ما به اصطلاح در ازای پول هست و اینا، میگه ما تو رو مبادله میکنیم. در واقع این مسئله پولی هم مسئله برجام بوده، اصلا ربطی اینجوری که جیسون رضایان هم میگه، من گوش کردم این برابرم دیدم، ربطی به خود سپاهی ها نداره. سپاهی ها این پول رو میگیرن اونجا، در واقع در این فیلم نشون میده که در واقع ملاخورش میکنه. اولا اینا فقط آقازاده نیستن، یعنی سردارزاده ها در همه جای دنیا، این مملکت دست سردارزاده ها و آخونزاده هاست. ما به جای اینکه از واجه فقط آقازاده ها به کار ببریم، یک موضوع خاص رو در نظر اینا میگیرن، باید بدونیم که این واژه ها، واژه اصلیش آخونزاده است، واژه اصلیش آیت الله زاده است، واژه اصلیش سردارزاده است، واژه اصلیش در واقع حاکمزاده است. و این حاکمین در واقع همه چیز رو به اسم بچه هاشون میکنن، اگرچه بچه هاشون در مسائل اقتصادی و نه در مسائل سیاسی هستن، ولی همین آقایان، همین آیت الله ها، یعنی نشون داده میشه تو این فیلم، میشه فهمید همه این جریانات رو، اینا رو در واقع سعی میکنن که آقاها نسل اول انقلاب رو یا نسل اول دوم انقلاب خوب جلب بدن و نسل بعدی رو اگه فسادی میبینن از این حکام نیست، در مجموع از این آقازاده هاست، از این خواهرزاده هاست، از این برادرزاده هاست، که اینا هم با لانه های جاسوسی دنیا در تماسن. و سرنخ این فیلم، یعنی تمام موضوع این فیلم که بر روی جیسون رضایان هست و جیسون رضایان به نام مایکل هاشمی جاسوس اصلی هست، و این فیلم داره میگه که انقدر داره سر این قضیه زیاد میشه که در بحثی که من خوندم دیدم در دوازدهمش آخراش، در واقع یه سینا دارن که چیزی که گذشت و چیزی که آینده خواهد آمد، اونجا حتی میگن خواهرزاده رئیس جمهور، ولی سیزدهمش رو برای یه هفته نگه میدارن، نمیذارن، بلکه میذارن عوضش میکنن، میگن خواهرزاده یکی از مسئولین هیئت حاکمه، اونجایی که میگه آقا خیلی داره میره بالا، داره میره اون ته ته، داره میره اون قدرت بالاییه. در واقع امر دعواهای خودشون رو هم این تو میکشونن وسط، و همه این مملکت کیانه و حفظ تمامی این مملکت به عهده این ضد جاسوسی هست که وطن پرستن، وطن دوستن، وطن خواهن. و یک نوع به نظر من اگر نگاه بخواهیم بکنیم، این فیلم قصد داره که ناسیونالیسم ایرانی رو، ناسیونالیسم ایرانی رو، این خیلی مهمه، این بار بزرگش بکنه در این موقعی که یک نوع جنگی بین ایران و آمریکا و ایران و دنیا هست. بله دقیقاً. بله آره. ببینید به نکته خوبی اشاره کردین که آخونزاده ها، سپازاده ها اینجا در این سریال گمن، فقط آقازاده ها هستن، در حالی که ما میدونیم حداقل در 10-12 سال گذشته مسئله دور زدن تحریم ها خیلی برای نظام اهمیت داشته، یعنی و این رو به عنوان یکی از افتخارات خودشون قلمداد میکنن که تونستن دور بزنن تحریم ها رو، نفت بفروشن و وسایل دیگه خریداری بکنن. و ما میبینیم که اجازه منم قطعش کنم، و ما در حالی که ما میبینیم که
تمام این کار دور زدن تحریم ها توسط سپاه پاسداران صورت میگیره و دور زدن تحریم ها که حیات نظام رو در واقع تضمین میکنه و همش پول قاچاق و پولشویی و مسئله رانته، یعنی اینها صدا رو قطع کنیم که این باعث میشه که اینها دستشون باز باشه برای رانت ها، برای اینکه بتونن در واقع پولای کلانی بگیرن. یعنی اینها اصلا این بخش اطلاعات سپاه نه به نفع، به حتی در حد دولت هم به خاطر منافع نظام و حتی ایران نیست، بلکه اینها کاری میکنن که تحریم ها بیشتر بشه، بتونن دزدیهای بیشتری بکنن. تمام تحریم ها رو که اینا دور میزنن توسط سپاس، توسط اطلاعات سپاس، اینها دارن کاری میکنن که جامعه مدنی ایران رو اینها نابود بکنن. شما نگاه میکنید در فیلم طرف مثلا نقاش، هنرمند، تئاتری، نمیدونم روزنامه نگاره، تمام دوربین میبره که اینها هستن جاسوس، در حالی که خودشون مخفیانه یا حتی اخبارش هم هست که شما به طور مثال اسرائیل ادعا کرده 500 کیلو مدارک هسته‌ای را اینا از وسط تهران بردن تل آویو. اگر اینا عناصری در داخل اطلاعات سپاه نداشتن چگونه میتونستن بگیرن؟ آخه یک هنرمند یا یک خبرنگار دستش به جای بند نیست که بتونه اسناد محرمانه رو به خارج از ایران منتقل بکنه. و نشان به همان نشانی که هم سردارای سپاه رو اعدام کردن به خاطر جاسوسی برای موساد و اسرائیل و CIA، و هم این که در یک سال گذشته کلی جابجایی در سپاه صورت گرفته، فرماندهان رو عوض کردن، جابجا کردن به خاطر اینکه از سیستم خودشون، از سیستم اطلاعات سپاه مشکوکن، میدونن که اینها موساد و CIA رخنه‌های عمیقی در درون چیز کردن. بعد موضوع دیگه‌ای که پیش میاد، در 40 سال گذشته 32 سریال امنیتی سیاسی درست شده و اخیران هم اعلام کردن که 12 تا سریالی مثل گاندو در راهه. یعنی برای همین دو تابیتی هایی که حدود 30 نفر تا حالا گرفتن و اینا رو جاسوس اعلام کردن، برای همه اینا دارن فیلم درست میکنن و اینها رو به خورد مردم میدن. به نظر من خیلی مهمه برای اینکه به قول شما شرایط جنگی هست، اون رشد ناسیونالیست میتونه چیکار بکنه، بخشی از مردم رو گمراه بکنه. من یه نکته خیلی خیلی مهم رو بگم، به اصطلاح قهرمان اصلی داستان وحید رهبانی از همون محمد که مسئول هست. این خیلی جالبه، کیهان شریعت مداری 4 سال پیش راجع به وحید رهبانی نوشته که او جاسوس اسرائیله. این بدبخت رو 4 سال خانه نشین کردن، یعنی همین آدمی که مثلا میخواسته برای جاسوس بگیره، خودش به عنوان جاسوس در آرشیو کیهان شریعت مداری وجود داره. و نکته آخر این که خیلی از مردم، از به اصطلاح چی میگن، افراد شرکت کننده در این نمایش امنیتی سیاسی سپاه پاسداران، اونا رو مردم اونا رو تهدید کردن، یعنی هنرپیشه ها رو تهدید کردن که شما در خدمت این نظام هستین، در فردای ایران باید پاسخگوی جنایت، که به هر صورت همه اینا در این داستان که خودشون هم میدونه یه داستان غیر واقعیه، در این سریال چیزی که وجود نداره مردمن. شما 30 قسمت این سریال مردم رو نمیبینید، یک سری اطلاعاتی هستن، یک سری هم جاسوسن، این وسط مردم کجا هم معلوم نیست.
با هم این فیلم رو نگاه میکنیم که به نظر من جا داره که مردمی که این کثافت ها رو در واقع با هم میبینیم این هست. فیلم های اکشنی که توی مملکت ساخته میشه یا جاسوسیه یا ضد جاسوسیه یا به هر حال مربوط میشه به امنیت ملی، کی دردش میاد؟ به کی بر میخوره که راجع به انگلیس بد گفته بشه؟ اینا سوالای بزرگیه. آقا به من داره پیغام های تهدیدآمیز میرسه بعد از گاندو. یعنی چی؟ یعنی که مسیر درسته دیگه. از سازمان صدا و سیما مدیری به تهیه کننده گفته که علیرام قلادای طلا بازی کرده نیارش سر کلا. من دارم این مردم عشق میگیرم، تویی که داری من محکوم میکنی به وطن فروشی. وزارت ارشادی که جدایی نادر از سیمین را مجوز میده قلادای طلا را میده. چطور این میشه فلان، اون یکی میشه؟ من واسه اتفاق همین 12 تیر ماه پرواز 655 که 290 نفر از هموطنان تو شهید شدن برسا پست میذارم، یه حجم عجیب بری مزدور وطن فروش. من برای شهیدای وطنم پست گذاشتم. من وطن فروشم یا شماهایی که 10 تا آیدی فیک واسه تو میسازن میگن را بیفتیم فواشی کنیم؟ اون چی نیوز تحقیق میکنه دیگه بازی نکن. نه، اگر انقلاب شد ما عکس از پیجت داریم، تمام پیجت رو اسکرین‌شات کردیم. نیایی بگی مجبورم کردن این فیلم رو بازی کنم. کی حمایت میکنه ما؟ من پست تهدید دارم، خونت رو بلدیم، زنتو میشناسیم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم دارم. من دارم این مردم عشق میگیرم، تویی که داری من محکوم میکنی به وطن فروشی، به مزدور رژیم بودم. بله، اخراج بر سر تو کردن. مردم خوب داره شناختن، میگه داره برای شهیدان. به هر حال خود اینم احتمالاً یا نمیدونه فکر میکنه، البته فکر نکنم تو ایران کسی. معذرت میخوام، دو تا نکته مهم هست، بذار آره. من این دو تا آره. بگو اینا رو بگو بگم که الان بگم آره. نکته مهم این اینجاست که در این زندان نیست، یا هتله، این هتل ساختنه. من نمیگم هتل پنج ستاره، دقیقا بلکه هتل سه چهار ستاره. دومی چی که در این فیلم اصلا خبری ازش نیست، همه مردم دنیا، مردم ایران، ایرانی ها میدونن، نکته که اصلا شکنده وجود نداره، زدن وجود نداره، خوردنی وجود نداره، اصلا هیچی وجود نداره. من فکر میکنم که همچین چیزی در سوئیس هم وجود داشته باشه، در آمریکا هم وجود داشته باشه، در انگلستان هم وجود داشته باشه، در دانمارک شما هم وجود داشته باشه، در هیچ جا. یعنی اصلا از خشونت هیچ خبری نیست. پس هتل میدیم، بعد از خشونت خبری نیست، با هم دیگه بحث میکنیم و اوضاع رو به صرف یکی بازجو هست، یکی هم جواب دهنده است. بله این آره، این آره، نکته خوبی اشاره کردیم. بله بگو. بین از این دوتا اصلا خبری نیست. یعنی این مهمترین اصلی است که ما در خارج کشور، داخل کشور به این مسئله مطرح. دوم این قضیه اینه که موضوع این ضد دو تابعیتی یک روزی، یک جایی، یک برنامه‌ای با ایرانی‌های این ما رو مجبور شدن ارسطمینمون ببین و مجبور شدیم در جاهای زندگی کنیم، بخشاییم و مجبور شدیم کار بکنیم، مجبور شدیم دوتابیتی بشیم. یه هرچی دوتابیتی و هر کسی که تو خارج کشور میاد میره و رفت آمد داره و مدرنه ناره. و بچه حزب اللهی نیست مثل محمد که اونجا نماز میخونه، اینها این رو به اصطلاح بد میتونن این آره. نکته آخر من گفت اون که اینا هر چی اسمای مدرن مثل کامبیس رو نمیدونم، بهرام رو نمیدونم، اسمای به اصطلاح مدرن ایرانی، اسمای قدیمی ایرانی، مثلا میخوام قدیمی ایرانی خانواده های مدرن وجود داره، اینا همشون جاسوس و فاسد هستن. ولی هرکی محمد و اسخر و عباس و اکبر و نمیدونم غلام و داوود و ایناست، همه آدم های خیلی خوبی هستن. آخرین نکته میدارم، گفتم نکته آخر اینه که این هنرپیشه ها
خودشون نه اینکه در این فیلم ها شرکت کردن. من نگاه کردم هم آقای رحمانی رو هم اون آقای مایکل هاشمیان رو که اسمش الان اسم اصلیش رو یادم رفت و هم اینی که شما گذاشتید، اینا دفاع میکنن از محتوای فیلم، از تمام اوزای فیلم. حالا تحت فشار بودن، تحت هر چیزی بودن، یعنی هنر ویژگانی که دفاع میکنن سپاه پاسداران، دفاع میکنن از این جاسوسان. اشکال کار در اینجاست، نه اشکال کار در فلسفه، که اونم یک نوع اشکالی وجود داره، اینکه اینا از نظر تکنیکی چجوری هست یا چجوری نیستن. ولی اشکال کار بزرگ و اساسی اینه که این 3-4 نفر که من ویدیوهاشون رو دیدم در مورد این فیلم دفاع میکنن از این فیلم. بله، ببینید من در پایان برنامه رسیدیم، فرضین من یکی دو تا نکته رو تاکید میکنم. من به اصطلاح گفتگوی جیسون رضاییان رو دیدم و مطرح میکنه که آیا شکنجه شدی؟ گفته نه من شکنجه نشدم، ولی یه دفعه در یک روز اسلحه رو گذاشته بودم به اینجام. و این شیوه های نگهداری در سلول ها برخلاف سریال که هر روز دکتر میارند و فشارتو میگیرند و نمیدونم غذای خوب میارن و در واقع یارو کلا شاپوش رو کجا تو کدوم زندانی یارو کلا شاپویی که تو زندان میدن بهش و مثلا راحت بسته سیگار رو با فندک بدن و از این حرفا، اینها در واقع جنبه های غیر واقعی هست. و نکته آخر، موضوعی که شما در این فیلم میبینین نقش جوانانه، یعنی تمام اینایی که کارهای آیتی میکنن، کارهای الکترونیکی میکنن و درست هم هست، در به اصطلاح ایران بخش ارتش سایبری جوانان بسیار با استعدادی هستن که کارشون فیلترینگه، یعنی به اعتقاد خیلی از کسایی که تو زمینه آیتی کار میکنن، کار ارتش سایبری برای فیلتر کردن خیلی قوی نشون میده. اما مسئله سر اینه که این جوانها در واقع جز ابزار نقش دیگه ای ندارن، یعنی اینکه اون در واقع نسل انقلابی و آخونده و اینا هستن که حکومت رو دارن رهبری میکنن، نه جوانان. و این نقشی که در جوانان رو میدن جز در واقع سیاهی لشکر چیزی نیست. من مطلبی رو ندارم، اگر شما مطلبی رو دارین فکر میکنید که طرحش خوبه، من میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم. من در آخر قضیه خواهم گفت که جمهوری اسلامی تلاش داره با ساختن این فیلم ها و با ساختن اینجور قضایی ها و حجابی که در خارج حجاب رو رعایت نمی کنه به اصطلاح خودشون و سعی میکنه بگه ما مدرن شدیم، و در داخل شما نگاه میکنید اون دوتا دختر نیروی امنیتی، اون در واقع لباس واقعی جمهوری اسلامی است و اونایی که مرتب از این مملکت پول این مملکت رو میدزدن و میچاپن و میبرن به خرج امت میرسونن و مسئله شون اصلا ملت نیست، چطور میشه که امروز صحبت از وطن پرستی میکنن؟ چطور میشه که امروز صحبت ملت رو میکنن؟ میگن ما فروشی نیستیم، همه تون خریداری شده، این حد اکثر بیشتر شما. هیچ کسی امروز به اندازه سرزمین ایران این رژیم جمهوری اسلامی ضربه نزده، هیچکی در این تاریخ حد اقل من میخوام بگم 100 ساله یخی هیچکی ضربه به این عظمت و بزرگی نزده. صحبت وقتی دوستی ها میشه 50 میلیارد 100 میلیارد انقدر شده که حساسیت زدایی شده، یعنی وقتی یک نفر رو میکشن با قول برش همه یه مردم دنیا به صدا در میان. وقتی 100 نفر رو هر روز میکشی میشه عادی. امروز انقدر اینا میدزدن که شده عادی این دزدیا. این دزدیا عادی است در ایران. فقط من میخوام بگم که ما نباید فریب این دو جنابندی رو بخوریم و
برای اینکه معتقدم ممکنه، ممکنه، من یه مورد بدبین شدم به همه چی، ممکنه اینم این دو جنابندی هایی که اینا میکنن که سفتاپا اینا یک کرباسن، سفتاپا مثل هم هستن برای نابودی وطن ما و تاریخ مملکت ما و حیثیت تاریخی ما به عنوان یک ملت کهن، من فکر میکنم امیدوارم نباشه که این جریانات هم امنیتی، یعنی خود این بازی هم امنیتی، خود این فیلم هم امنیتیه، با ما هم دارن بازی میکنن، مواظب باشید. بله، به نظر من تا اونجایی که من دنبال کردم دو جنبه داره این فیلم. یه جنبه که خب خیلی مردم تحت تاثیر قرار میگیرن، اهداف سریال این که خام کردن مردم، ولی از طرف دیگه داره یواش یواش ورق بر میگرده، یعنی مردم دارن آگاه میشن که این داستان از چه قراره. شب و روزتون خوش، برنامه ما در اینجا به پایان رسیده، تا برنامه بعدی حتما شما پیشنهاد میکنم که اگر این سریال رو ندیدید اون رو ببینید.